جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دولت‌های سوریه و روسیه را مسئول وقایع حلب دومی شهر بزرگ سوریه معرفی کرده است که به توصیف او فاصله چندانی با کشتار جمعی ندارد. آقای کری که در وزارت خارجه آمریکا و در جلسه ای صحبت میکرد که رسیدگی به وضعیت حلب و جنگ سوریه در دستور کار آن بود، همچنین گفت تمامی طرف هایی که به نوعی در بحران سوریه درگیرند، از جمله ترکیه، قطر و کلیه کشورهای عرب، برای بازگشت به سر میز مذاکره اعلام آمادگی کردند. اما هنوز نیت دولت بشار اسد که از سوی روسیه و ایران حمایت میشود مشخص نیست. سامان پژوهان گزارش میدهد. وزیر خارجه آمریکا وضعیت در بخش شرقی حلب را بیرحمی وحشیانه و گسترده علیه غیر نظامیان از سوی رژیم اسد و متحدان روس و ایرانیش توصیف کرده است. جان کری هیچ توجیهی برای حملات چند هفته گذشته علیه آن شهر و به قول خودش به طور کلی 5 سال گذشته نمی‌بیند. آنچه رژیم اسد در واقع انجام می‌دهد دست کمی از قتل عام ندارد. ما شاهد کشتارهای همگانی بوده ایم، نه صرفا به عنوان مواردی از عواقب جنگ یا آسیب‌های جانبی، بلکه عملی عمدی و سیاستی دژآگاه برای ایجاد وحشت در میان غیر نظامیان. آقای کری پنجشنبه گفت شخصا در چند هفته گذشته و خصوصا 24 ساعت گذشته موضع آمریکا را برای استفان ده میستورا نماینده ویژه سازمان ملل و مقامات ارشد روسیه، قطر، ترکیه، مصر، عربستان سعودی و دیگر کشورها در منطقه بازگو کرده است. آنچه ما هم اکنون در حلب خواهان آن هستیم که زمینه دیگر اقدامات خواهد شد، ترک مخاصمه فوری و قابل تایید است و این شامل حمله از سوی رژیم، متحدانش و دیگر مبارزین در حلب می شود. وزیر خارجه آمریکا بنا به دستور پرزیدنت اوباما روزهای آینده را وقف نجات دادن جان ساکنین حلب و هدایت جریانات به سوی گفتگوی سیاسی خواهد کرد. آنچه در حلب گذشته است غیر وجدانی است و هنوز ده ها هزار نفر دیگر در منطقه کوچک هستند. جهان یک سربرینکای دیگر نمی خواهد. ضروری است که بازیگران عمده به مسئولیت خود عمل کنند. آقای کری دو بازیگر عمده را مورد خطاب قرار داد. ما معتقدیم اکنون زمان آن رسیده که رژیم سوریه و ارتش روسیه تصمیمی استراتژیک بگیرند، تصمیمی برای صلح و تصمیمی که ترک مخاصمه در سراسر سوریه را ممکن سازد. وزیر خارجه آمریکا از جهان خواست برای نجات جان سوری‌ها پا جلو بگذارند. سامان پژوهان، صدای آمریکا.